نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه هشتم شوال سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله عظما شیرازی در رابطه با حکم ورود برخی از مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی در مشاغلی همچون پلیس، ارتش، سیاست و همچنین بعضا نامزدی در انتخابات فرمودند این مسئله به مساله مسلمین بستگی دارد و حکم آن نسبت به مورد و گاه افراد متفاوت است لذا اگر در برخی از موارد ورود به این گونه مشاغل به مسلحت مسلمین است در این صورت اشکالی ندارد و جایز است و حتی در برخی از موارد واجب است معظم الله در رابطه با حکم ورود به این گونه مشاغل در کشورهای غیر اسلامی در صورت عدم رعایت مسلحت مسلمین فرمودند اگر ورود به این گونه مشاغل به مسلحت مسلمین نیست و احیانا شخص مسلمان در زمره گروه و حزب خاصی قرار میگیرد که به ضرر مسلمانان است در این صورت ورود به این مشاغل جایز نیست ایشان در ادامه فرمودند لذا به نسبت افراد و موارد حکمه این مسئله متفاوت است بنابراین هر فردی که تصمیم به ورود به این گونه مشاقل میگیرد خود می تواند تشخیص دهد که وجود او در این مشاقل برای مساله مسلمی مفید است و یا ضرر دارد آیت الله شیرازی در رابطه با حکم ورود به برخی از مشاقل و فعالیت ها در حکومتی که زمامدار آن ظالم است فرمودند ورود به برخی از مشاغل و فعالیت‌ها در جایی که حاکم ظالم در رأس امور است همین حکم را دارد و بستگی به افراد و مورد آن گاه جایز است و گاه دارای اشکال می‌باشد با هم فرمایشات آیت الله رازی را ببینیم و بشنویم فی زمن الام علیه و السلام احیانا الام كانوا یعذنون للبعض مثل ذاك منو چند اسم زمن امام الکالم علیه السلام علي بن يخطي وفي نفس الوقت الإمام كانوا يمنعون الآخرين يعني الأفراد يختلفون فواحد واحد لو يدخل في أعمال الظالمين يكون مصلحة للمسلمين إيه؟ أحيانا يجوز أحيانا لا يجب مثل علي بن يخطي هذا لا لا سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شهر بود برخی از احکام نیت در نظر کیفیت صحت و وجوب نظر تفاوت قاعده فقهی و مسئله اصولی برخی از احکام تیمم برای میت برخی از احکام نفقه و مهریه شرایط و احکام شهادت دادن مفهوم واژه ها مفهوم واژه ها اولا در برخی از آیات قرآن کریم و برخی از احکام قرائت نماز از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه ش رأث ساعت ۱ ۴۵ دقیقه به وقت محلی برگزار می‌شود و شما میتوانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره ی0 فرکانس ۱۲ ص ۷۳ این نشست علمی باشید